تاوال اینطوری نمیتونستیم قبلش صحبت کنیم واهی نمیتونستیم آره حاجی سلام میزی خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام پشت میکروفون و دستگاه ها و دوربین ها و تمام جزایی که داریم فرزاد سلام اینم باز هست سلام فرهادم ایشون نه دیگه واقعا این نه. چرا این اینجایی باز باید باشه نباش واقعا چرا رفتی باید میرفت چرا پس برگشتی یه رسانه تو یک حسادت این حسادت به برادره <تصفح> من بهت قول میدم که یه نکته <تصفح> به برادر خودش حسادت تو کاره این بگم. ورژن صوتیو که میذاریم از همون موزیک اینترو شروع میشه دیگه نه آره دیگه چطور چون درون داشتیم حرف اصلا همینو داشت میگفتی که هیچ وقت نمیتونستیم روش حرف بزنیم نه نه ولی کسایی که فقط صدا رو میشنون با اون شروع میشه و صدا میشه قبل نمیدونن که ما داریم نه داریم. ما حالا من توضیح بدم ما قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم میگیم که ما دستگاه ریکوردرمون و اینا رو توی اینستاگرام گذاشتیم عوض کردیم و برای همین خیلی الان جدید واسمون اصلا نمیدونیم چجوری باهاش کار بکنیم کلی وسیله و اینا بعد میرفتیم میگرفتیم اونا خیلی جدیده به هر حال اگر که سوتی و اینا اتفاق میفته شرمنده دیگه ما داریم سعی میکنیم که بهتر بشه با ما کنار بیاید دیگه تمام د... تمام پولی که جای دیگه در میارم اینجا خرج ایمان از وقتی پولدار شده اصلا زندگی ما عوض شد. بردی از ایمان به ما رسید جونم براتون بگه که اصلا تو چی که برای ما بگی آره نه اتفاقا میخوام به همین اشاره کنم من تازه فهمیدم که یه از به نام کست باکس واقعا نمیدونستم <applause> که پادکست ها اونجا پخش میشه و خیلی دوستان اومده بودن کامنت گذاشته بودن و اینا و به قول معروف جالب بودی که من کل رفتم خرید و کلی کامنت بود که اصلا نمیدونستیم وجود داره من اینا رو خونم و این این میدونست نمی آره نمی ما نمیدونست آره روجین هم نمیدونست از ما, از ما بعد حالا جالبیش اینه که حالا اینطوریه که اگر که پادکستت مثلا روی اپ پادکست و گوگل پلی و اینا باشه نه چیزی نمیخونم اگر که اونجا باشه این میره ورش میداره و شروع میکنه آر اس میگیره و شروع می‌کنه میکنه به هر پابلیکش کردن رست. بعد تو میتونی بری کلیمش بکنی که بگی آقا این برا منه حالا من یه دونه اکانت میسازم و این برا واسه یه پروسه طولانی داشت و رفتیم و کلیم کردیم و به هر گفتیم که خود واس ماس اینجا ماس ماس آره ام... شروع کن شروع کنم کن. چی پا... چیزو برام اپیزود بریم خیلی خوب ببین من توی هفته گذشته یه سری اتفاق افتاد برای خودم حالا شخصا سر کار و اینا ها که همش به فیلم کردم که ما چقدر بد با همدیگه دیگه کامینیکیت میکنیم توی زندگیمون یعنی چقدر با هم دیگه بد گفتگو میکنیم حرفمون رو خیلی بد به هم دیگه میزنیم یعنی احساس میکنم به همون یاد ندادن که با هم دیگه صحبت بکنیم تا میام مثلا حرفمون رو بزنیم یا معمولا دعوا میشه به خاطر خب با حرف هم دیگه اگر که حرفمون یکی باشه که با هم دیگه توافق داریم که زدنش بی دیگه آره ریداندنت به قول معروف و اگرم زاید. که زایده و اگرم که با همدیگه دیگه توافق نداریم خیلی اتفاقات خیلی وقتا میشه که با همدیگه در واقع انقدر حالا تون با هم دیگه صحبت میکنیم که که حرف اون یکی رو نمیفهمه آه. و حالا سر کار من خیلی میبینم که این اتفاقا میفته به خاطر که آدمایی که میان از به حال از عقبه های مختلف میان از حالا مقدار سوادهای های مختلف میان و با همدیگه خیلی سخته با هم دیگه بتونن صحبت بکنن یه دیگه که جالب بود توی حالا وقتی که کسایی که برن بیزنس بخونن یکی از چیزهایی که حالا توی کانادا خیلی بهش اهمیت میدن همین طرز صحبت کردنه که تو چطور بتونی حرف تو به بقیه بقبولونی چطور باشون صحبت بکنی؟ چطور درکشون بکنی بشنویشون و اینجور صحبت بدون اینکه احساسات کسی رو جریه دار بکنی آره بدون اینکه هم احساساتش رو جریه دار بکنی همین که از پوزیشن خودت بیای پایین تر یعنی نه اینکه حالا خودت هم شاید بعضی موقع حرفی که تو داری میزنی درسته ولی باید یه جوری حرف تو بیان بکنی که اون شخص مقابل بفهمه و یه چیزی که برای خود من خیلی جالب بود این بود که اون مقدار در واقع ریسورسزی که خرج میکنن اون منابعی که میذارن برای اینکه بخوان این درس ها رو یاد بدن یعنی شاید واقعا ما توی یک سال شاید مثلا از مثلا تا درسی که گذروندیم شاید واقعا 15 تاش در مورد صحبت کردن و فهمیدن آدم های مختلف و اینکه بدونیم آدما وقتی از فرهنگ های مختلف میان طرز صحبتشون هم متفاوته این تغییراتی که ما تو تو دیدیم بعد این دوره به خاطر این بود خیلی تغییرات کردن همیشه که برگشتم آره اون موقع نمیتونستم با فرهنگ تو کنار بیام برای همین اینطوری خلاصه برای من جالب بود که در اونه صحبت میکنم یه مقاله داشتم میخوندم که پنج شیش راه مختلف گفته بود که ما بتونیم راحت تر با همدیگه گفته گفتگو بکنیم گفتم که برای دوستان بگم حالا شاید به کمک بعضی هم بیاد ممنون میشه بگید خواهش میکنم اول اینکه واقعا گوش بدیم به طرف مقابل یعنی موقعی که ما داریم با بقیه صحبت میکنیم یه اتفاقی که من خیلی برای خودم میفته و خودم خجالت میکشم الان خودم بله یعنی که با گوشی بازی میکنیم یعنی با با طرف یه همیشه گفتیم اجازه بدیم تکراره همه آره آفرید آفرید اجازه بدید که من حرف هم بزنم ببینید که دارم چی؟ اما که با گوشی بازی میکنیم یا اینکه اصلا داریم به مثلا به فکر صمیمیت با یه نفر دیگه هست مثلا فکرمون کلا قضاای دیگه است. آره آره سب که منو بدوز و دیگه یوز شد آره تبل من استفاده کن به هر حال دیگه باید استفاده کنیم دیگه این میگه قضا می‌خوام اینو بگیریم همون دیگه یا اینکه اصلا به طرف یا اطرافمون داریم نگاه میکنیم خلاصه اصلا فکر فکرمون پیش اون طرف مقابل نیست و اصلا به حرف طرف گوش نمیدیم و منتظریم که حرفش تمام بشه که مثلا ایزیو کلا واقعا اینا ایمان درست گفت خودش همیشه این کارا رو میکنه آقا دیگه نه منم منم خیلی شده خودم این کار میکنم نه ولی تو شنونده خوبی هستی آقا من نمیدونم چرا نه <تصفح> دلیل, دلیل یا فرهاد جزء معدود آدمایی که قشنگ دل به کار میده ولی بعضی وقت آخه مثلا سر کار بعضی موقع میشه بعضی از همکارا نیاز نیست یه سری حرف رو بگم مثلا یه حرف کوچیک دونی. داری دیگه و من, من کاری که میکنم فقط سعی میکنم نگاه کنم کاملا ذهنم رو قطع میکنم چون میدونم نیاز نیست گوش بدم به اون حرف <laughs> اما دیگه این یکی از اون چیزای بده دیگه <laughs> که تو نمیدونی که طرف واقعا شاید چی میخواد بگه شاید حالا یه اتفاقی بر خود من میفته اینه که بعضی از آدما هستن که حرفی رو مثلا سه هزار بار تکرار میکنه یعنی تو ولی بعضی موقع نکتش عوض میشه یعنی من با این پیش زمینه میرم که این دوباره میخواد همون حرف قبلیه رو بزنه ولی نگو شید. که این دفعه عوض شده و خودش یه چیزی از گزشته. دست میدی آره حالا بغیر از اینکه منو دیس کنیم اجازه میدیم بریم بعدی خیلی خوب یکی دیگه اینکه که فکر میکنیم که طرف چی خودمون میدونیم فکر میکنیم که میدونیم طرف چی میخواد بگه قبل این این موقت طرف موقت از این طرف اصلا حرفشو بخواد بزنه همین بود که گفتم اول که خب این کلا موضوع از اول اشتباه است وقتی که طرف خود یه صحبتی بکنه گوش بدیم که طرف واقعا چی میخواد بگه بعدم اینکه این که از اون دیگه اصلا گوش نمیدیم که طرف مثلا چی برای گفتن داره کاملا ذهنمون رو میدیم یه, یعنی یه سمت دیگه و فقط منتظر میشیم که طرف ساکت بشه که ما یه دوره جواب دیگر رو پردوس بکنیم یعنی <تصفح> اصلا بازم به این توجه نمی که اون نکته اصلی حرف طرف چیه و برای چی اصلا داره این حرف رو میزنه یه مدل دیگه اینه که ترجمه،, ترجمه،, کردن اون گوینده هست که بیشتر توی دعواها معمولا به کار میره آدم موقعی که با هم دیگه دعوا میکنن یا مثلا اینطوری شروع میکنه که یعنی تو داری اینو به من میگی مثلا از حرف طرف و یه جور دیگه میپیچونیمش و فقط به خود طرف برمیگردونیم که کلا اون کانورسیشن اون صحبت و گفتگویی که داره میشه رو یه جورایی فقط استاپش بکنیم و نذاریم که از اون چیزی که از بیشتر بره حالا من یه چیز راجع این بگم بگو. اینو میگن تو دقیقا توی حالا مباحث مشاجره ای که با کسی دارید میگن اگه یه کسی حرفی رو زد که باب میل شما نبود و شما میخواستید یه جوری محترمانه اون رو وادار کنید که متوجه حرف شما بشه میگه دقیقا جمله خودش رو با سوال بهش برگردونید یعنی مثلا اون یه چیزی میگه که شما بهتون بر میخوره یا هرچی بعد مثلا میپرسی ازش یعنی تو منظرت اینجوریه میگن معمولا اکثر مواقع اون طرف عقب نشینی میکنه ولی اسخایی میکنه از گفته خودش میری کی این کارو میکرد کی؟ خیلی زیاد این کار انجام میداد احمدی نژاد مرد بزرگ تو <تصفح> هر سوالی از تجی پرسیدی فرد سوالی کرد داره خود جواب استیتمنت ها رو سوالی میکرد کلا خیلی استفاده میکرد از این موضوع بریکن. و با لریکینگ مصاحبه چیز کرد کرده بود با یه با کی بود مصاحبه کرده بود با اون خانومه بود فکر کنم چند با کرد نه با لریکی مصاحبه نکرد باید بگذارید به با کسی یادش هم مصاحبه کرده بود یارو از مثلاش قاطی کرده بود فقط توییت جدیدشون جدیدشونو خوندم که خیلی رو زهرانی رپتورز رو تبریک گفتن نه شوخی میکنی نه آره اکانت رسمی توییت نه خ... ندیدی قهرمانی بس تیم بسکتبال تورنتو رو تبریک گفت قهرمانی تورنتو رپتورز رو تبریک گفتن و گفتن که اگه رئیس جمهور بودن دعوتشون میکردن ایران و نه بابا نه, با. نه اونا اذیت نکنه نمیخواد نه به نزید چون ادامه بده زیاد مهم نیست م... <تصفح> آره. بعد اینکه همون گفتم دیگه میگن در اون موقع دعوا برای اینکه به خانه طرف بول بگیرن و حالا طرف رو یه جوری ناراحتش بکنن از این استفاده میکنن و سعی میکنن حرف طرف رو یه جورایی ترجمه بکنن که به ضرر خودشونه و حالا اتفاقی که میفته تو اینجور مواقع بازم این گفتگوه قطع میشه یعنی اینا هیچ کمکی به جلو رفتن این گفتگوه نمیکنه هم. و همیشه گفتگوهر رو استاپ میکنه تا اینکه بخواد در واقع به جلو ببردش پیش اتفاق نمیگفته تو اون بحث آفرین یعنی تو میخواد ترجمه کرد؟ یه بار برم بزن یه بار بزن من یه بار نه یه ذره طول میکشه اعتمالاً بیا بعد این این جزبه از ترجمه جدید ماست که یه سی دیگرش که من خودم خیلی استفاده کردم ازش یعنی استفاده نکردم ولی بعد استفاده میکردم اینه که استفاده از لفظ تو به جای لفظ منه که یعنی ما موقعی که داریم صحبت میکنیم اصلا بیشتر موقعی که روابط عاطفی میشه و حالا بین دوایی بین به خور فرهاد و جن رو وجود میاد و این مثلا دو نفر هستن با هم دیگه صحبت میکنن تو از یه, ت... مثلاً یه کار اون شخص مقابل که به قول معروف خوشت نمیاد به جای اینکه بگی من از کار تو خوشم نمیاد میتونی بگی که من از این کار ناراحت میشم یعنی اون تمام اون در واقع اون چیز کاره رو برمیگردی به سمت خوده تمام اون آها، قدرت کار تو اشتباهه آره برمیگردونی به سمت خودت که این میگفت نوشته بود که موقعی که این کارو میکنی طرف کمتر نسبت به حرف تو گارد میگیره آره <applause> <applause> چی کار دارین من نزدن. اون دیگه مونده دیگه فکر کنم کامل اون همونطوری جیجی رگا هستن و میزنن <applause> نبودم برد پیش میاد اولشه برو اشکال کجا بودیم؟ گفتی که تو منو رو به خودت میگه که به جایی که بگیم فلان کار تو میکنی باعث مثلا حال بعد من میشه یا اینکه میتونیم بگیم که من از این کار تو ناراحت میشم یعنی برمیگردونیم تمام مشکل رو به سمت خودمون تا اینکه بتونیم من از, از... از این کار تو بگی من از این کار ناراحت میشم من چون... از این کار ناراحت میشم که تمام مشکل رو به قول معروف برمیگردونیم به سمت خودمون و میذاریم که این گفتگو در واقع شکل بگیره بتونیم با طرف صحبت بکنیم و یه به قول معروف یه دریو باز بکنیم آره فکر کنم این تو رو که میگی یه همچین پیکانی به سمت طرف میگیری یه حجمه فشار بهش آره. هدفش اینه به جای اینکه مشکل رو بندازیم گردن اون که کار اون بعد بوده میندازیم با... گردن برداشت خودمون که حالا ما یه جوری برداشت کردیم که ناراحت من بدم یه دونه دیگهش که بود که برای من جالب بود این بود که درست نفهمیدن و پیام طرفه یعنی ما حرف طرف رو درست نمیفهمیم که الان خیلی هم زیاد شده دیگه به خاطر حالا پیشرفت تکنولوژی مثلا توی تکس مسیج پشت تلفن این ایموجی ها خیلی گیف <laughs> خیلی از این در واقع پیام هایی که با هم دیگه میدیم پیامک هایی که به هم دیگه میدیم اون احساساتی که پشتش هست و واقعا نمیتونیم بیان بکنیم یعنی اون صحبت هایی که حالا اون حرف که داریم میزنیم همیشه آدم یه حرفی رو با یه احساسی میزنه ولی این احساسات توی این پیامک ها و توی این اس ها و تکس مسیج ها گم میشه و همیشه باعث سوء تفاهم میشه و حالا فقط حالا تکس مسیج نه ولی تلفن زدم به نحوه خودش تکس مسیج به نحوه خودش ولی اگر توی مثلا صحبت رو در رو هم که داریم موقعی که اگر که حرف طرف رو نفهمیم خیلی سخت میشه که بتونیم بهش جواب بدیم <applause> این آره. حالا این چیزی که میگی فقط واسه تکس مسیج و اینا هم نیست تو رو در رو حرف زدن هم حتی این مشکل پیش میاد حالا توی این چیزای در واقع شیوه ارائه مطلب و اینا میگم من قبلا هم گفته بودم شما یه حرفی رو که میزنید از فیلتر ذهنی خودتون رد میشه که این فیلتر ذهنی شما در واقع آموزش دیده شده ترین شده روی زندگی گذشته ای که شما داشتید درست. در واقع کلمات جمله ها توی ذهن شما بار معنایی خاصی رو داره این حرف میره وقتی به مغز طرف بخواد برسه و اون طرف در واقع فح... حرف رو بفهمه از فیلتر مغزی اون آدم رد میشه که اون آه. فیلتر مغزیش دوباره بستگی به زندگی گذشته و دوباره لغات و جملات بار معنایی متفاوتی رو تو ذهن اون آدم دارن درست. مثال میزنم مثلا اگه کسی باشه که با آدمایی زیاد در ارتباط بوده باشه که مدام مثلا تیکه بهش انداختن یا به صورت کنایی حرف زده باشن حالا شما هم که باش صحبت کنید حتی اگه منظور شما کنایی نباشه اون ممکنه کنایی برخورد کنه این مثالیه که اون فیلتر مغزی چجوری داره کار میکنه حالا حساب کنید مثلا شما یه آدم اینور یه آدم اینور این وسط هم دو تا فیلتر حرفه از اینجا میاد از فیلتر شما رد میشه از فیلتر اون رد میشه بعد میرسه به اون ممکن اصلا مفهومی که شما در واقع قصد داشتید منتقل کنید با اون مفهومی که طرف برداشت میکنه دو تا چیز کاملا متفاوت باشه خب خودت چیکار کردیم وسط که شما رو در رو این بعد این فیلتر هم هست چیزی که حالا توی دانشگاه هم خیلی به ما یاد میدارن گفتن که وقتی که با یه نفر صحبت میکنید و حالا این در مورد در واقع سلز بود در مورد مثلا فروشندگی فروش. آره در موقعی که میخوای کار فروش انجام بدی تو اول از طرف میپرسی که تو نیاز چیه که من دارم اینجا برآورده میکنم دیگه امه. موقعی که میشنویش این رو به زبون خود ترجمه کن و براش بگو و ببین که آیا این رو تایید میکنی تایید یا نه, یا نه. اه. تو همیشه باید از طرف تاییدیه بگیری نسبت به برداشت خودت از حرف طرف یعنی مطمئن بشی که اون کاری که میخوای انجام بدی یا اون حرفی که ب... به قول معروف شنیدی درسته و بعد بتونی حالا برای یه چیزی پرودوس بکنی یه حرفی رو بزنی یا جوابی بدی اینو میشه تعمیم داد توی مدلای دیگه صحبت کردن هم دیگه. مثلا شما با دوستتون داری صحبت میکنید هم بازی همچین حالت مشابهی رو میتونی پیش بگیری اگه واقعا هدفت اینه که در واقع هیچ مشکلی پیش نیاد هیچ در واقع تناقضی وجود نداشته باشه میتونید مطمئن بشید که دو طرف دارید حرفا رو خوب میفهمید آره یه چیز دیگه که هست این نمیشتم نوشتم اینه که در رفتن از صحبت‌های سخته اون گفتگوهای سختی که حالا با بعضی از آدما باید داشته باشی که ما حالا فکر کنم فرهادم یه دونه استوری رفته بود در موردش توی چیز توی خودکست که میگفتش که حالا با خانواده‌تون با کسایی که میخواین صحبتایی که دارید یه ذره در واقع مقابل ارزش های حالا اون تر افرادی که هستن که میخوایم باشون صحبت بکنید یه ذره سخته و آدم معمولا سعی میکنن از این گفتگو در برن ولی هیچ وقت این هیچیو درست نمیکنه فقط موکولش میکنه به یه زمان آینده که به نظر من هرچی زودتر این صحبت ها رو داشته باشین راحتتر میتونید حالا باش کنار بیاید یا میتونید راحتتر طرف قانع بکنید یا حالا شاید شما قانع بشید توی بعضی موارد سوالتی نه خیر. نخیر که خودش در واقع تشویق میکنه تشویق میکنه صحبت کنه صحبت های سخت رو زنه یه گردن. چیز دیگه هم که حالا من شخصا خیلی دیدم و حالا نمیدونم من از زن میجوری شمشیر دولبه است اینه که تو به صورت غیر مستقیم بخوای حرف تو بزنی این حرف زدن به صورت غیر مستقیمه حالا شما ما خودمون یه سری چیز داشتیم یه سری تجربه مشترک داشتیم که وقتی میخوای حرفتو به صورت غیر مستقیم بزنی شاید واقعا اون چیزی که تو ذهن توه اونطوری برداشت نشه از ذهن طرف یعنی اون طرف یه چیز دیگه فکر بکنه ولی تو واقعا داری چیز دیگه رو میگی و این هر چیزی که بیشتر بپیچونیم این بحثی که داریم رو بیشتر باعث سوء تفاهم میشه تناب سردرگوی میشه که اصلا دیگه حالا میگم دو حالته یه مدل تو حالا غیر مستقیم گفتنه میتونه کنایی باشه که چی میگم به در بگی دیوار بشنوه یه چون اه. غیر مستقیم باشه یه موقع در لفاف لف سخن گفتنه که تو در واقع ترجیح میدی تمام موضوع با جزئیاتش رو نشکافی حال اینو دیگه سلطانش اصغر فرهادیه دیگه یه تیکه یا بد نشون میده دیگه تو خودت بقیه‌اش مثلا با ذهن خودت حدس بزن بساز برو جلو خب ببین حالا آره باز اون مثلا توی فیلم شاید اوکی باشه ولی توی زندگی واقعی طرف اگر که من دارم یه چیزی و مثلا میخوام یه چیزی رو به فرهاد بفهمونم ولی این گیز دیگر رو بفهمه خب اگه من اون کیو سطح گیرایی نداشته تو ن... نداری <تصفيق> <تصفيق> <من> واقعن... <تصفح> همون دیگه یعنی توی زندگی شخصی باید ببینی که واقعا اون شخصی که داری باش صحبت میکنی از حالا چه بگراندی میاد از چه عقبه میاد سطح سواد شده عقبه رو کجا به لغات اضافه شده بگراند ما تازه چیز گردم دیگه تازه ترجمه کردم عقبه ای بود که <تصفح> خب خیلی مهمه که عقبه چیه <تصفح> در واقع این عقبه خیلی بعد این نمیدونم من خودم نمیدونم چجوری با این کنار بیام یعنی من دوست دارم بعضی موقع به صورت غیر مستقیم حرفمو بزنم ولی بیشتر ضرر دیدم از اشتا. شاید من خیلی بدم توی مستقیم غیر مستقیم گفتنه ولی ترجیح همینه که مستقیم بگم حالا میگم شمشیر دو دور لبس چرا چون بعضی موقع آدما اینقدر مستقیم میرن سراغ اون بحثه که باعث دعوا میشه یعنی این طرف اصلا خوشش نمیاد و اصلا حالا یه مشکل دیگر به وجود میاره به قول ما لحنشون هم مهمه دیگه اگه بخوای خیلی مستقیمی باید قشنگ بدونی که شنوندگات کیانو لحن آره دقیقا فرار درست که لحن خیلی مهمه شما میتونید یه مفهوم به یه طرفی برسونید با دو تا لحن و دو تا ادبیات کاملا متفاوت مثلا فرض کن فراد یه چیزی بگه من شروع کنم بگم که نه اصلا این موضوع جالبی نیست و اشتباه میکنی یا اینکه شروع کنیم مثلا یواش یواش با هم به این نتیجه برسیم که شاید این موضوع درست نباشه با هم, این هم حالا رک خیلی رک بودن و دقیقا هر چیزی که آدم تو ذهنش باشه رو به زبون آوردن واقعا آره کار مناسبی نیست. اگه کسایی فکر کنن ویژگی خوبیه یه ذره بازنگری کنن فهمیدنش هم خیلی راحته شرایط مقابلش یعنی بر خودتون اگه پیش بیاد یکی جلو روی شما خیلی روک باشه میفهمید که مناسب نیست ممکنه حتی شما درست در حرف دنیا رو هم بزنید ولی اونجوری صریح گفتن خوب نیست آره. من خودم این تجربه رو داشتم اوایل که دانشگاهم شروع شده بود یه پسری بود که چینی بود فکر میکرد که خیلی میدونه در مورد حالا شاید هم خیلی میدونست توی مثلا در مورد چیز داشتن سوال میکردن در مورد دانشگاه آم. یه رایگیری بود که میخواستن این نفر رو به عنوان آمید. پرزیدنت آمید. آره انتخاب بکنن و برگشت گفته بود که آره کسایی که میخوام من رای بدن خیلی نادونن اصلا که تو وقتی بگی طرف خیلی نادونه که اصلا چی دیگه هیچی دیگه یعنی خودتو همه برتر میدونی یعنی مثلا دیگه از این موقع به بعد اصلا به گوش نمیدم چون کسایی که میخوان به من رای بدن مرن. مرن. کسایی که میخوان برن به اون دو نفر دیگه رای آها بدن کلا کسی که رای میخواد آره بیاید با این مثلا انفورمیشن برید رای بدید مثلا آقا چی تو بعد مثلا مهم نیست ام. اینجا وقتی دیگه کلا جنگو باخته آره در مورد که میگی چنگ باید توجه کن عقبه ای اون آدم چی بوده که داشت آره مسخره <applause> کنید چیز در مورد لحنم که صحبت کردین که در مورد حالا موضوع آخر منه اینه که نذاریم احساساتمون غلبه بکنه به صحبتی که میخوایم بکنیم یعنی نذاریم احساساتی که داریم بر عقلمون در واقع غلبه بکنه و یه حرفی رو بزنیم که بعدا شاید ازش پشیمون بشیم آخو آخو. خیلی موقع من خودم پیش اومده که یه حرفیو زدم به خاطر که حالا اون موقع وسط حالا یه دعوایی بوده یه گفتگو خیلی سختی بوده اسخای کن بعدش آره نه اسخای کردن بعد نه موقع کردی. چیز هنوز منتظری اسخای کنیم از اون شهر گفتم شهر نه ولی حالی اینکه ایمام میگه دقیقا حالت فایتر فلایت وسط بحثی فشار فشارخون میره بالا تو دیگه حتما باید تخریب کنی طرفو <applause> نلزه <applause> دارم گوش میدم دارم میاد دیگه حتما میخوای تخریب کنی و بعدا هم ممکنه پشیمون شی خلاصه اینکه ما فکر کنم جزء معدود نژادایی هستیم که خیلی سخت با هم دیگه صحبت میکنیم یعنی حالا نمیدونیم شاید بعضی ساختار از مصاحبت کنن بعید بدونیم یعنی نژاد دیگه, دیگه, دیگه که <applause> داری تو کانادا که زندگی میکنی خیلی نژادا رو بیش هم دیگه میبینی دیگه یعنی من حالا توی انوایرومنتی که من دارم کار میکنم یه زندگی میکنم خیلی سخت آدم ها توی کانادا و ونکوور با هم دیگه صحبت میکنن یعنی اگر که حالا توی هر حالا شغلی که وارد میشی با هر حالا آدمایی که صحبت میکنی که از یه فرهنگی هن، خیلی سخت با هم دیگه میتونن به یه نتیجه خاصی برسن حالا متاسفانه توی کانادا دیدیم دیگه مثلا یه سری گروه هایی هستن که دارن برای آزادی می جنگن همه با هم دیگه دعوا دارن یه سری گروه ها هستن که دارن برای سینما می جنگن همه با هم دیگه دعوا دارن چیزهای مختلف هست یعنی آره زیاد آره کانادا نیست همه جا این اتفاق می افته ولی من منتظر بودم بدم یه چیزی رو میگی یا نه این حالا نظر شخصی منه من دوستان بهش اضافه کنم اینکه حالا جایی هم ما اگه داریم صحبت میکنی و نظرمون مخالف طرف مقابله و احتمال میدیم که در واقع مکالمه خیلی داغ پیش بیاد اگر واقعا قصدمون رو بذاریم روی بیان مقصود خودمون نه اینکه تخریب طرف مقابل این میتونه نتیجه مثبت بده حالا تجربه شخصی من جزو معدود جایی که تو زندگی من اتفاق میفته سر کاره مثلا ما یه تیمی هستیم سر کار کاری رو انجام میدیم خیلی وقتا با هم مخالفت میکنی ولی چون واقعا مثلا طرف مقابلمون که با ما مخالفت میکنه ام. هدفش تخریب من نیست اصلا موضوع شخصی نیست موضوع اینه که مثلا خروجی پروژه خوب در بیاد اون موقع آدم خیلی راحت قبول میکنه آره مثلا من اشتباه کردم من این تیکش رو ندیدم حرف تو درسته مثلا سباک سنگین میکنی یه ذره تو از موضع خودت میای پایین یه ذره اون میاد و تهش خروجی خوب میشه اگه واقعا حس کنیم که قصد طرف مقابل مثلا تخریب نیست مورد مشابهش مثلا ما تو خودکست وقتی صحبت کنیم چون میدونیم قصد طرف مقابلی که خروجی کار خوب یا شخصی نیست من نمیخوام بگم که اولش, سلی... اولش که شروع کردید همه شخصی بود <applause> نه, نه. <نهنم> سلیقه <applause> تو بده <applause> یا <applause> اه... تو نمیدونی این این حرفا نیست ممکنه مثلا من دارم از یه زاویه میبینم که تو نبینی و بلعکس اونجوری شاید یه ذره آدم با خیال راحت میتونه نظر مخالفش رو گوش بده آره حرف حرف کارونو قبول دارم اینم <applause> که <تص میگی میگم مثلا <applause> من اشتباه کردم یا مثلا حق با تو اینا اینم یه جرأت و شهامتی میخواد که همه کس ندارن و مثلا من وقتی شخصم میبینم یکی اینو میگه خیلی باحال میکنم یعنی حتی اگه آه. نظر هم... باحال میکنی 17 درصد <applause> <applause> نظرم باش مخالفم باشه اصلا این نکته رو که توش میبینم اصلا میگم آدمت کن بریم شما یه چیزی دیگه هم که حالا من دوست دارم اینجا بگم در مورد همین گفتی که با هم دیگه مخالفت میکنین معمولا میگن اگه یه کاری دارین میکنین و کسی با تو مخالفت نمیکنه احتمال دارین اشتباه انجام میدین یا تو محیط اشتباهی هم با تو یعنی انقدر دار اشتباه میزنین که کسی محل بد نمیذاره آره تقریبا همینه یعنی اگر که حالا توی تمام این پروژه های گروهی که ما داشتیم معمولا یه نفر رو میذارن که اصلا کارش مخالفت کردن معمولا حالا شاید برخلاف توی معمولا تمام زایه گروهی وقتی یه ایده بیان میشه معمولا یه نفر است که فقط داره مخالفت میکنه برای اینکه اون ایده در واقع بیشتر بپرورننش و حالا بیشتر پرورش پیدا بکنه و بزرگتر بشه و همیشه بهتر میشه یعنی فکر نکنین که مخالفت کردن کار بدیه و حالا ما نباید با هم دیگه مخالفت بکنیم اتفاقا برای اینکه آدما بتونن بزرگ بشن ایده ها بتونن بزرگ بشن و کار بهتری بتونیم ارائه بدیم همیشه اون مخالفت کردنه به نفع ماست چرا ما آدم خوبی هستیم قبول داری بله یه نکته راجبه ما... بگو دارم صحبت میکنم دیگه اجازه بده <تصفح> <تصفح> ما خودمونم خیلی مخالفت خیلی. یعنی توی هم خیلی مخالفت داشتیم هنوز داریم هنوز فکر خیلی کمتر شده ولی مثلا شده که حتی هیتت کانورسیشن هم داشته باشی تو معمولا داری فراد نه فرهاد اصلا فکرم باسه رفت هیچ جو مخالف نیست بعد من تو برنامه گفتم که اگه دو نفر باشن که نظرشون همیشه موافقه یکیشون اضافه است فراد رفت ولی الان که برگشت یه ذره مخالفت میکنه که بابا مثلا ما هم یه نقطه نظری داریم بگو حرفتو بذارم شوخی میکنه ما انقدر علاقه داریم به فرهاد آها راجب شنیدن که گفتی گفتی یه نکته راجب شنیدن که حرف اگر گوش کرده باشی میدونی این شده که مثلا واسه من وقتی که با یکی دارم جر بحث میکنم یا دیدم کسایی که جر بحث میکنی بله میکنه بیشتر در ماشین شستن جر بحثش خب اینه که انقدر پریم انقدر یعنی از لحاظ مثلا عصبانی و آره هر طرف که داره حرف میزنه ما نمیخوایم گوش بدیم که آقا چی داره میگه داریم تو ذهنمون میپرونیم که چی میخوایم جوابشو بدیم داره. چی تو ذهنمون هست بعد این همینطور مرحله ای میره جلو و بهش نتیجه نمیرسیم سعی کنیم بیشتر هم دیگر. یه وقتی خالی کنیم آره نه بذاریم طرف حرفشو بزنه بشتیم همون من من خیلی این قضیه تجربه شده داشتم میشتیم عزیزم شما هر وقت حرف بزنیم شما نیست <تص> بریم ببینیم فرزاد برامون چی آورده بریم ببینیم فرزاد بریم برامون چی آوردی این هفته این هفته میخوایم در مورد یه به هفته در مورد یه تجربه ای که حالا اخبار طور نیست ولی دیشب آها من ایسی هم اول دو بخشی خیلی مهمه فرزاد چیز کرد گراجویت کرد آره بچه ها رفتن چون اکس که پست و استوری نگذاشتیم پس چجوری ما بفهمیم شما یه کاری تو زندگیت انجام بدید <applause> آره و اینکه ما به تبریک میگیم و همینجا و همه بچه هم که هستن بهش تبریک بگید خیلی داره زحمت میکشه دیگه حالا فیلمش میذاریم آقا رانام هم کرد چرا نمیگی رنا هم گریدجویت کرد الان آم... فست, فست گریدجویت و اینستاگرام که میری حالت و هم میخوره همه گراجویت همه دارن با این بومرنگ میره بالا میاد آره حاجی خب بعدی این... <applause> یه چیزی میخواست بگین <applause> نه میخواستم بگم که مرسی که هستی دست در نکنه همه خب بگم رفته بودیم دیشب یه تجربه جدید داشتیم و اونم این بود که من دعوت شدم به رستوران حالا به خاطر کادوی با... چیز کادوی گراجویشن هم بود همون که تاریکه آه بگم چرا عذیت هم بکنم خیلی دوستم این رستوران رو برم بریم امشب با هم اما البته هشت جایی هستیم هشت جای هستیم <تصفح> <تصفح> بخواه بگیم چی شد هشت جای هستیم آره بگو ما چهار تا اینجا بودیم پاد پا فرهاد به وضوع میخواست پس من ایمانو بپیچونه اینجوری دیدی مثلا به رفیقت میگی کجا ساعت چند باید بریم بعد اینجوری مثلا چشمک میزد فرزاد ساعت چند میگو هشت آقا میدونی که فرزاد شروع کرد پس فرزاد به فرزاد بپرس چند باید بریم غلطه این من ایمانو قرار بپیچونم برن آره حاجی خب والا ما یه رستوران رفتیم دیشب که توی میکروفون حرف توی ونکوور بود و داستانش اینه که کلا تاریکه یعنی میری تو یه تاریکی خاصی هست و فکرم نکن که اون تاریکیه که مثلا شب میخوابی اون تاریکی یه تاریکیه که خیلی عجیب و بری که تجربه میتونم کنی شب میخوابی چقدر <تصفح> <تصفح> من, من شب که میخوابی یه نوری از اینجا <تصفح> نه آره دارم. همین <تصفح> پوینتش اینه که همیشه نوری هست ولی آبا بذار تاریکی منظورش از اتاقه پنی سانی قبل خود باید. ایمان چی شدیه ولی آره اصلا یادم رفت خیلی تاریکه. خیلی تاریکه مثلا نور همیشه هست حتی مثلا چشاتو ببندی فشار بدی این نور بیرون باعث میشه که یه ای آیدیای داشته باشه ولی تجربه که دیشب بود مثلا اگه کنارت یه نفر بود پنج سانتو مرتره نمیتونی رسی ببینیش خب اولش که اصلا خیلی عجیب بود و اینطوری هم کار میکنه که میری اول باید رزرو کنی که بدونن چند نفر میخوان مثلا اون ساعت بیان بعد میری غذایی که میخوای بخوری یا امتحان انتخاب میکنی بهشون میگی بیرون انتخاب میکنی آره که دیگه ببینی غذای اصلی رو میتونی انتخاب کنی میتونی هم نمیتونی میتونی بگی که اونو سورپرایز یعنی سورپرایز باشی ندونی که چی میخوان بیارن و اونجا هی بخوای حدس بزنی که داری چی میخوای که من اینو انتخاب کردم و استارترش و سورپرایز حالا <applause> میخانه آره چرا نمیذاری تحصیل سپرایز انتخاب که همش در واقع سپرایز بود دیگه بعد اوور... بعد وقتی انتخاب میکنی یه دونه آ... اون سروری که نابیناه میاد اونجا <applause> این آره تمام آره نابیناه خودشون بلده همه خب من پرسیدم همه سروری نابیناه هن. کامل باید. باید. خیلی جالبه بعد و ترین شدن که یعنی تو اون محیط کار کنن یعنی خب رو هم... میدونن و فلان این نشونه زندگی عادی شون آره دونجوری. همین نه آره زندگی عادی ولی بله خب چون کار کارشون هم هست باید بدونن که آره مثلا آره شما رو باید از دم در تا میزتون بیارن ب... همین کارو میکرد گفت که دستتون رو بزنید رو ما و ما رو برد تو تو م... تو میزمون رو نشون... تو تو نشون یعنی چون تو هم نمیدیدی قشنگ حس میکردی که اگه نابینا بودی مثلا چه جوری چون من رسیدم به میز همینطوری با دست صندلیمو حس میکردم چه کجا دارم میشینم و در کل خیلی تجربه عجیب بود بعد چی؟ یه خیلی دیده. چند تا آیتم استفاده شدیم؟ چند تا آیتم دیگه میخواه بدونه چند شده من میدونم اینو ولی بعد من سرچ کردم دیدم تو لندن و پاریس و نیویورک و لس آنجلس و مونتریال هم این اسمشو میگه اسم جارو دارک تیبل بود اسم رستورانش و بعد من خودم برام جالب شد چون حالا همزمان هم آن یه چیزی یه اتفاقی که میافته وقتی میرین این رستوران به خاطر اینکه یکی از حسات در واقع کار نمیکنه دیگه یعنی نمیبینی و من خودم چشمو بستم چون هی چشم باز بود میخواستم یه چیزی رو ببینم خسته شد یه چشم چشم بستم بعد چ... یه بینایی از... از کار میفته بقیه حسات خیلی قوی تر میشه و مثلا این سبزی که هر روز مثلا یه سبزی عادی شوید آره هر روز میخوری اینا دیشب که من خوردم اصلا مزه یه مزه دیگه بود و من اگر نمیترسید به نظرم برید ایمانو فرهادم که دارن میخندم من. خودم شخصا قبلا هم گفتم تو خود از تاریکی میترسم با, کس با همین ایمان, ایمان ولی نه ولی خب اگه که بدونم کجا دارم میرم مشکلی ندارم با این قضیه من دوستم میایم شب بریم <تصفح> آره بعد من یه سری سرچینا کردم در مورد این اش گفته چه این یه سینه شو روز 23 مه روز آره. نابینایان روز آره. تو ایران هم مثل این که بین 130 تا طبق آمار اخیر بین 130 تا 150 هزار نفر نابینای مطلقه و بیشتر 600 تا 650 هزار در توی کشور 85 میلیون نه نابینای مطلقا مثلا بقیهشون حالا شاید آره, آره. مثلا آره. کم بعد مشکلایی که حالا تو ایران داشتم من نگاه میکردم که چه مشکلایی دارن همون یکیش همین مشکلی کار بود که حالا مثال من دیشب رفتم اونجا خب یه سری بودن کار میکردن اونجا حقوق و اینا میگرفتن ولی تو ایران مثلا که یه مشکل کار دارن که اکثرا سرچ میکردم کار تلفنچی رو میدن به افراد نابینا هم. که میگفت که اکثر اوقات اونها خیلی مثلا اطلاعات بیشتری دارن که بیشتر کارهای بیشتری میتونن بکنن و اینا و در کل خیلی تجربه عجیب جالبیه به نظرم برید همه حالا یه مشکلی هم. که بر کسی هم پنهان نیست به قول معروف تو ایران خیلی زیاده خیلی واضح و مبرهنه مشکل برای امکانات برای حالا کسایی هستن که به هر جوری معلولیتی دارن یعنی اگر که تو حالا معلولیت جسمی داری نمیتونی حالا پیاده روها اصلا ساخته نشده چند تا از این ویدیوها اومد که مثلا یه شخصی که پاشم کار میکرد سعی میکرد که حالا روی ویلچر باشه و ام. یه روز حالا کار روز کارهای روزانش انجام بده واقعا چون امکان نداشت پیاده روی با موتور میندازن میرن از به غیر از اون میکنن. مثلا شاید خیلی سطح مسطح که نیست که خیلی حالا پلونا داره یه چیزی که توی شهرسازی اینجا شاید قبلا هم درش صحبت کردیم خیلی بهش اهمیت میدن اینه که هر ساختمونی که ساخته میشه که برای دراق عموم هست باید راه برای حالا افرادی که کم توان هستن داشته باشه که اونا بتونن حالا روی ویلچر یا حالا به صورت مختلف به تمام قسمت های این ساختمان بتونن دسترسی داشته باشه حالا این ویژگی شهرهای مدرن مدرن که شهرهای جدیده و انکور چون خیلی شهر جوونیه خیلی دقت میکنن هر جایی که بری حالا به قول ما سطح شیبتار هستن، اتوبوس هایی که تو شهر هست حالا آدم پیر یا یه مقدار با مشکل بخواد سوارش اتوبوس اصلا میاد پایین یه دکمه میزنه راننده میاد پایین و یه سطح شیبدار باز میکنه که راحت سوار بشه ولی خب خیلی از جاهای دنیا این اتفاق نمیفته و نه وقتی داشتم میدم تو همین آمار اینا میگفت که تهران خب یه قانونی تصویب شد که بیان مثلا ام. معابر رو یه طوری کنن که معلولین و همین همه نوع مختلف معلولیت بتونن راحت برن اینا نوشته بود تقریبا تو تهران تازه فقط 25 درصد معابر میشه مثلا چیز دیگه حالا بقیه شهرها که دیگه هیچ من قبلا یه بار گفتم من رفته بودم شیراز سال پیش بعد من صبح با هم تصمیم گفتن که حالا بریم بدوییم گفتم که باش بریم ببین برای آدمی که میخواد بره بدوه و حالا روی دو پا هست و مشکل اینا خیلی سخته یعنی اون رو باید حتما چشت باید کاملا باز باشه چون یه ها میری تو چا یعنی بعضی مثلا در این چهار رو وا گذاشتن مثلا یه چوب گذاشتن روش که حالا حواستون باشه برای ام. اون آدما خیلی باید حواست جمع باشه یعنی ما سخت بود بدویم چه برسه حالا اه... که حالا یه معلولیت هم متاسفانه داشته باشی که کارتو یه جورایی هم سخت‌تر بکنه چیز دیگه نری میخوای در مورد دوستمون صحبت کنیم یا میخوای برای اپیزود بعدی بذاریم اون دوستمون اون پایینیه پایین چپ آهنگه آه بزن نه نه صحبت نکنی؟ نه دیگه حالا اون بزنیم بعدی آره آره باشه صحبت دیگه نریم نه. خیلی عمالی اه... اینجا خودکسته قسمت <تصفح> 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 150 150 قسمت شد این مو... اولین قسمت مبارک باشه. باشه چیه این اولین باری که میان قسمت 150 خب خیلی جالب مرسی گب... جا. <تصح> <رو دارم> <تصحنت> <شنر رو. تصحنت> ما توی تمام فضای مجازی سون پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب کاست باکس الان باکس و اگر که میخواین با ما تو مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به خود خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تحصیلی و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه بعد نه دیگه پنج شنبه با دو تا موضوع جدید دیگه با جدید دیگه حواسم به موضوع نه حواسم به فرزده. اون دکمه هنوز چیز نشده دره این برای فقط بعد اینترو اوترو ندارم ما میریم و هفته دیگه با پنج با این موضوع جدیدی دیگه برمیگردیم خدا خدا خدا